حقابه ایران از دریای هلمند افغانستان، موضوع مهم اما مناقشه بی پایان میان کابل و تهران. پیگیری ها در این رابطه با جدیت در تازه ترین مورد، وزارت خارجه ایران میگوید با امارات اسلامی درباره حقابه این کشور از دریای هلمند به توافق اولیه دست یافتند. سخنگوی وزارت خارجه این کشور حقابه هلمند را جز موضوعات جدی و همیشگی مورد بحث ایران با دولت سرپرست افغانستان عنوان می کند. ناصر کنعانی با تاکید بر ادامه گفتگوهای جدی و نزدیک با مقامهای امارات اسلامی می‌افزاید توافقات هم به صورت مقطعی وجود دارد و توقع ایران این است که مقامهای حاکم در افغانستان در این باره مسئولانه عمل کنند. گفتگوها در سطوح مختلف انجام شده، اخیراً هم باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. کنعانی میگوید امارات اسلامی بارها رسما اعلام کرده که بر حقابه ایران اعتراف دارد و آن را به رسمیت میشناسد. با گفته او انتظار ایران این است که مقامهای دولت سرپرست اقدامات عملی در این باره انجام دهند و طرف ایران این را به عنوان اقدام اعتماد ساز میداند. در حقیقت به هیچ نوع حق ایران شده نمیتونه و ایران بیشتر از آن چی در توافقنامه 1351 از او تذکر رفته است، از او بیشتر حقابه ندارد، حق حقابه ندارد. به این اساس باید طالبان برای توافقنامه جدید باید بحث نکنند. سخنگوی امارات اسلامی میگوید ممکن وزارت‌های خارجه و انرژی و آب افغانستان با طرف ایران نشست‌های داشته باشند و راه‌های حل پیدا خواهد شد. در این مورد شاید وزارت آب و برق و وزارت خارجه کشور با طرف جمهوری اسلامی ایران نشست‌های داشته باشند. من نتیجه را درست‌تر به دست ندارم، ولی در عموم گفته می‌تونم که انشاءالله راه‌های حل پیدا می‌شود. همزمان با این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روی طرح برای رصد و ساماندهی مهاجران افغان در این کشور کار میکند. یک عضو این کمیسیون گفته است که مهاجران افغان در صدر فهرست گروه‌های تحت رصد دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی ایران قرار دارند. امارات اسلامی از ایران می‌خواهد که با مهاجران مطابق قوانین بین‌المللی مهاجرت برخورد کند.